این چه خوش دارم پیش چشم خودم باز کنید. علتی دارد. خانم فخر زمان خانم. من به چشم آدم هاش نگاه میکنم میفهمم چه خوششان آمده یا نه. راضی هستند یا نه. دلم میخواست اولین نگاه شما را ببینم. ببینم برگ رضایت دارد. یا همین چه؟ چشم گشنجی شما بزنم به تخته. یه جوری آدم نمیفهمه شما خیلی خوشتان آمده یا خیلی بدتان آمده. این چه حرفیه؟ حسابی شرمنده کردید خانم. مثل این کم دیدم ولی دیدم. حیرتم از اینه چرا این همه به خاطر من به زحمت افتادید. من سنجین ترین سوگات رو به نیت شما آوردم. دقیقا به این خاطر چی بدانید؟ من از شما نه چینه دارم نه با شما دشمنه. ندیده یقین داشتم چی شما به فرض تجرد شوهر من به عقدش در آمدید. دیشب که آن خنده ها را شنیدم و آن نگاه پر از محبت شما را دیدم یقینم چند برابر شد. راستش من همه چیز همانطور چی هست بگذارید بماند. من به شازده هم گفتم
حالا هم به شما عرض میکنم. من قصد مزاحمت به شما ندارم. نه بهجت خانم، من از وجنات و سجنات شما پروازه هست چه بزرگ زاده اید. این چمینه هم بی خاندان و تبار نیست. پدرم سروری میکند بر یکی از ایلات گاجار. من چسی نیستم چه بازنی هر چقدر خوب مثل شما تقسیم کنم زندگیمو. ولی چه کنم که این روزها نه راه پس دارم به تبریز، نه راه پیش به تهران. شدم آینه دک شما با عرض شرمندگی. ولی نترسید، هیچ نترسید. اگر قرار بود از این زندگی کامی نصیب من شود، 14 سال فرصت داشتم و نگرفتم. من 14 سال عاشق این مرد بودم و حالا یقین دارم چه همه چیز تمام شده. فقط میخواهم پدر دخترهایم باشد. بلا نسبت شما گور پدر عشق و عاشقی. تمام و سلام. با اجازه رفع زحمت میکنم. تشریف داشته باشین، نهار رو با خانم میل کنین. نهار اینجا و آنجا هر دو از مطبخ گوهر میاد. خوش دارم با دخترم غذا بخورم که بیشتر از 2 سال نهار خوردنشان رو ندیدم. لطف کردید خانم. جبران لطفی که هم در کلمات و هم در سوغات شما از کار هر کسی نیست. امیدوارم به بهترین وجه از عهدش بر بیام. به تمنای جبران نیامدم. شما هم در تقلای جبران به خودتان زحمت ندید. خدا حافظ. خیر پیش. به خانوما انیس و مونه سلام برسونید. حرفایی که یادم ندی یه دونشم به کار نیمد. خوب کردی نگفتی اونا رو. خوب کردی. میگم فخر و زمان. فخر و زمان. هیچی نگو مهری، بذار فکرم رو جمع کنم ببینم چی داره سرم میاد. حرفاش، سوقاتش، فکرم رو پریشون کرد مهر و نسا. حق داری. زن عجیبی بود. خیلی زن عجیبی بود. یک ساعت حرف زدم. آهن سرد که نکوبیدم. طور دیگه ای به من گفته بودی شازده. من چی بگم؟ ضعیفه ای که حیرون مونده چی میتونه بگه؟ تو اعلی حضرتی. تو قدر قدرتی، تو قوی شوکتی، من چی بگم؟ گوشه نزن فخری. من به تو گفتم نمیاد چون بهجتی که رفت این نبود. دیوانه ای بود که این اواخر انیس و مونس هم از خدا طلب مرگشو میکردن. ای داد. هزار بار ای داد شازده. تو ناراحت نباش. دیگه نه اون منو میخواد، نه من اونو. فقط این وسط این دخترها. نعوذ بالله، خدا این اواخر شمشیر رو از رو بسته برای ارسلان بیچاره. من چی بگم پس؟ تازه داشتم میفهمیدم عروس شدن یعنی چی؟ تازه داشتیم از شر مصیبت‌های این چند وقت فارغ می‌شدیم. ولی حالا همون دیگه. ولی حالا هی لعنت به این ولی حالا. تو می‌خوای من ازش طلاق بگیرم؟ استغفر الله. من کی گفتم طلاق؟ یعنی می‌خوام بگم منم همونم. همون ولی حالایی که خودت گفتی. ولی حالا چی؟ ولی حالا برگشته. نه مجنونه، نه قصد رفتن داره. اومده بمونه. باید هم بمونه. بچه هاش. بچه هات. با
باید بمونه. کجا بمونه؟ بمونه که زهر زندگی. خیال کردی واسه من آسونه؟ نه میر زهرسلان آسون نیست، ولی غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟ یا من باید بذارم برم یا اینکه تو چرا بری؟ کسی اگه قرار باشه بره بهجته، نه تو. منم راضی به ظلم نیستم، ولی چاره ای نیست. یه مدت که نرم سمتش خودش ول میکنه میره. نه میر زهرسلان، نه. اون مادر بچه‌هاته، خیلی خانومه، خیلی دلش بزرگه که به رسم تعارف گفت سهمی نمیخواد. اما این حرف تعارف بردار نیست. چی میگی فخرالزمان؟ این حرفا یعنی چی؟ یعنی همین، هم میمونه هم میری طرفش. میرم طرفش؟ مگه دل کرباس کهنه است که دو تیکش کنم؟ من فکرامو کردم، یه مدت اینجا میمونه، بعدش یا به صلح یا به جنگ راهیش میکنم. انقدر روزگار همه رو سیاه کرده که رفتنش ستم به حساب نیاد. گفتم نه، نه تا وقتی که تو چشاش غیر حسرت و تمنا چیزی نیست. فقط یه شرط دارم. مگه من قبول کردم که تو شرط میذاری؟ باید قبول کن. از این به بعد یه شب خونه ای منی، یه شب پیش اونا. شرطی هم که میذارم شرط سختی نیست. پیش من یک کلمه از اونچه که اونجا بهت میگذره نبا حرفی بزنی، انگار نه انگار که غیر از من زن دیگه ای داری. فخرالزمان، همین که گفتم. امشب هم اولین شبه موندم پیش بهجته. من میرم نباشم، میرم خونه میرزا حسن. فخری، خدافظ میرزا حسن. Anis bu, musuh aku. Siapa tu sih? Sibila, papa syaste. Sibila, macam siapa? پدر سوخته واس به من یا بخور که حالا حالا از این غذا گیره دارم. نه نمیخورم، خوردم، دست درد نکنه. بخور دیگه، دلت تنگ نشده واسه خورشتای من؟ خودم پختم ها. چرا؟ دلم برای خیلی چیزا تنگ شده پروین، برای خیلی چیزا. این از الان تا روز قیامت فقط دلتنگ شازده سلاخه.
چون نایمد راستی. راست میگه فخری. کاش که اومده بود. اون دفعه که نشد درست حسابی از خجالتش در بیه. خدا شاهده هیچ شبی نیست که من دعاش نکنم. اصلا فکر نمیکردم یه همچین کاری کنم. درود به شرفش. درود. اگه مردونگی نمیکرد که زنش نمیمونده. چیکار میکنی؟ بگو خودم بریزم برات. نمیخواد. میکنم نکن؟ دست درد نکنه پر. داداش سفرت پر برکت. با اجازه. چشم. بریز دیگه. این همه داری که بیا. بچت. بایروز. صد بار بهت گفتم ترما رو بیار جلو کشمیری ها رو ببر عقب. آقا این میز رو من نچیدم یونس چیده. تو باز حواست باشه. چشم. توی فخری؟ وقت داری حسد؟ این چه حرفیه؟ بیا برو تو پستوی عجره بشین تا ما نمیان. بشین تا من برگردم. چشم. مراقب باش. وقتی داد گفت فوره. این زنی که تو میگی اگه قبل تو زنش نشده بود به مرگ طاهر با همین تپونچه کارشو ساخته بودم. حکایت این چیه اسد؟ زانور وفاداریشه. اومده بود پیشم که جواب بله رو بگیره. گفتم نه. گفتم خونم و با خونه این قجر آقاتی نشه بهتره. وقتی بود که شاه رو نکشته بودن. گفتم شما همه این شاهتون تامونتون زود دو تا سه تا چهار تا چند تا میشه. گذاشت و رفت. گفت اگه خطا کردم خونم حلالت. خطا کرده حالا به زعم تو؟ هم کرده هم نکرده. خودت چی میگی؟ نکرده. نکرده ولی تمام عشق و حیات و عاقبتم یه جا سوخت. دارم دیوونه میشم اسد. بعد اون همه مصیبت این یکی دیگه حقم نبود. با این قاعده ای که خودت وضع کردی که خرابتر شده کار. لاغل میگفتی خونش رو زبا کنه. نزدیک خودم باشم بهتره. دورتر به قول مهری شورتر. دعا کن فقط تا بیارم ازت. گفتم از زبون خودم بشنوی بهتره تا غیر. هم من اینجا هم میتپون چه رعیت هرچی باشه اینه کوف باشد هم غمت نباشه. اون ضعیفم که اگه صادق باشه که خب ثواب کردی گفتی بمونه. فقط یادت باشه فخری که وسط ثوابت کباب نشی. صادق باش ولی ساده نباش. تا چرخ بازیگر چطور به چرخ اسد؟ اینطوریه. اینطور خوبه. راست میگی اسد.
امارت تو اینطوریه، اما امارت قجری طوریه. امان از تو فخریم، امان از تو. چیه؟ سخته، تا اینجا شازه خطا اینا کرده، دیگه خدا اینا کرده اینجوری بشه، اون وقت سر و کارش با این تپونچه هست. خدا نکنه، اصلا نگو اینطوری. رفت مهران نسا، رفت. دختر تو چرا اینطوری میکنی با خودت؟ من شمردم 14 شب شده، بس کن دیگه. 14,000 شب هم که بشه داغ من تازه است. ببین فخرالزمان، اگه پشیمونی از این معامله به من بگو، من خودم به شازده میگم، به خدا همون راحت میشم خودت. طفلک یه شب در نیمون طوری از پیشت میره انگار دور از جون، میبرنش سمت کشتارگاه که حلالش کنم. دلش به رفتن نیست به خدا. تو از کجا میدونی؟ مگه تو از دلش خبر داری؟ خدا شکرت، شکرت که بی شوهرم کردی. چرا؟ به خدا که بی شوهری از بی عقلی بهتره. من نمیدونم چه سریه، ما زنان نمیتونیم عقل و شوهر رو با هم نگه داریم. بدبخت شوهرت خودشو میکوبه به در و دیوار که منو نفرست پیش هاوت، که سختمه، که نمیخوام. شک داری به حرفش؟ بگو شوهرم شازدم، اگه سختته نرو، بعد اگه رفت بیا آسمون ریسمون به هم بباف. ای مهران نسا، این حرفا رو میزنم که این دل پر واموندم سبک شد. حالا درس پس بده ببینم. پول سیاه نیم شایی 25 دینار. یه شاهی میشه 50 دینار. دو شاهی 100 دینار. 100 دینار. آفرین. دو تا سندارم میشه 200 دینار که بهش میگن. بهش آها، عباسی. آفرین. 200 دینار میشه یه عباسی. حالا 1000 دینار چقدر میشه؟ یه تومن خانم. 1000 میشه یه تومن؟ ببخشید، 1000 میشه یه قرون، 2000 میشه دو قرون. آفرین. حالا 10000 میشه یه تومن دیگه، خلاص. اینجا یه تومنی نداریم خانم. اینا ها، اینا دیگه ندیدی تا حالا؟ دیدم ولی دست نزد. خانم پول کاغذی تو چقدر است؟ تا 100 تومن. 100 تومن؟ بیا بگیر ببین اگه جایی دیدی بشناسیش. نه خانم، خیلی ممنون، دیدم. میترسی؟ ترس داره خب خانم. با
بابا حسین قلی یه بار یه حواله دو تومنی داشت 1000 تا پستو قایمش میکرد. خدا بیامرزدش. خب دیگه دختر جان، معلومه حسابو زود یاد میگیری. کم کم با مهری خوندن و نوشتن هم بهت یاد میدیم که نری پشتو بون. روم سیاه خان، به خدا نمیخواستم اینجوری بشه. حالا من هیچ. یحیی اومد ثواب کنه، کباب شد تفلک. گلنبر بیا این ظرف رو بردار ببر تو مطبخ بذار رو آتیش ببینم. یحیی چیه دخترم؟ بیا این سطل رو بگی خیلی سنگینه. آهو نصف تو دوباره برای اینه بلند میکنه. شد من یه چیز بگم تو آهو آهو نکنی؟ دروغ گفتم مگه؟ بذار شب بابام بیاد. خب بیاد، اصلا خودم بهش میگم. صبح تو شب میخوری میخوابی، زورت میاد یه سطل شیر بذاری رو آتیش. آره باش آقا یحیی، پس از این به بعد رخت پاراتم میدی آهو جونت وصله کنه. شیرزاد اومد یحیی چوکون، برو. جناب اعتظام السلطنه، آوردی؟ با کنایه حرف نزن سیمون. باشه، بی کنایه حرف میزنم. آخر همین هفته آدمای اولیای ثروت همراه مأمور عدلیه و نظمیه برای تخلیه عمارت مزاحم میشن. به زن و بچه اطلاع بده که اسباب آبروریزی فراهم نشه. حالته؟ تو چه غلطی کردی سیمون؟ هیچ حروم لغمه ی حق ندارم چین کاری بکنه. چه برسه به اغنیای بینامونشون. قد کرده را تدبیر نیست. تو وقت داشتی که درستش کنی. وقتی لقب نگرفتی، وقتی که معلوم شد تو این حکومت تازه جایی نداری، تمامی مباشر اغنیا همه به تکاپو افتادن. مرگ هر دوم قسم کار از دست سیمون خارج شده. تو مردی مثلا چطور مردی هستی که نمیدونی آبروی یه مرد پیش اهل و عیالش یعنی چی؟ با همین راحتی میذاری بیان خونه من؟ حالا کی گفته این تنها راهه؟ اگه از من میشنوی که نمیشنوی، امارت ناصریه رو واگذار کن، یه سال بده دست ما، دهنمون بسته میشه. نه همه اوقات نکن شازده، امارت ناصریه رو بدی یک سال کسی کار به کارت نداره، وقت داری که از جات بلند شی. ببینم کسی رو اونجا داری که تا بهت میگیم تندی میکنی؟ حتما قاطرش خیلی عزیزه. نه نه کسی نیست،
ولی ناصریه رو نمیدم. محاله. باشه. پس فقط یه راه میمونه. چرایی؟ از زنان متمولت پول بگیر، بده دست ارباب ثروت، ناصریه رو نگه دار. دیوانه شدی؟ من نه. تو رای بهتری میشناسی؟ نه، ولی من هرگز زیر بار این خفت نمیرم. اگه قرار بود دست نیاز جوری دوست داشت و اهل عیال درست کنم که زیر بار نزول نمیرفتم. خود دانی، ولی تا همین جمعه وقت داری. ببین کدوم را خفت کمتری داره، همون انتخاب کن. یه کاری برام بکن سیمون. من با تنها به تو رفتم تو اینجا، نظر بیشتر از این آورون بره. خاطرت عزیزه، خاطرت عزیزه شازده، ولی دستم بسته است. ولی ولی شاید بتونم برات یک کاری انجام بدم. چه کاری؟ خودت خوب میدونی که دهن اولیای ثروت رو با 3000 تومن هم الان دیگه نمیشه بست. درسته؟ درسته. خمس این مبلغ جور کن، بقیهش با من. 600 تومن. 600 تومن. قرار ما گرمابه فضلی شب جمعه. رخت حموم هم یادت نره، حموم قراغ خودمه. چرا حموم؟ برای خلق تنگت خوبه. ببینم چیکار میکنم. فعلا خدا نگهدار. ولی من اگه جای تو بودم امارت ناصریه رو واگذار می‌کردم. کاغذی ها 200 تومنیه، باقیشم 50، 10 و 20. اینام 210 تومنی طلا. ممنون بهجت الملوک. من خیلی زود پس میدم. فقط اگر مایلید رسیدی، حوالهی، چیزی تنظیم کنیم که خیالتون راحت باشه. رسید و حواله از انیس و مونس من محچمتر. اونام چی نباشن، خیال من از حساب و چتاب شما چه میشاسته. بازم اگر لازم داشتید به چمی نبشید. فقط خودم میدونم، نه افسر نه دختران نه کسی گیر از خدا نمیفهمه. خاطر جمع شاسته، خاطرت جمع. شازده که ندیدت؟ نه، ولی باز زود برم. بگو، میشنوه. چشم آقا، اون ملکی که قبلا گفته بودم داره، یه خانومی داره توش زندگی میکنه. شنیدی؟ نگفته بودم؟ مرحبا، مرحبا شازده ارسلان. سیقی میغم داره این طرف و اون طرف. خب، چند نفر ساکنن تو خونه؟ رجب علی، من دنبال همین چیزا. اگه من به شما بگم شازده بفهمه؟ شازده نمیفهمه، اما اگه خلاف کنی من میفهمم. خدایا من که از این نوتایی خلاص. برو بیرون، برو. سایتون کم نشه. فقط حال فقط ندارم رجب علی، برو بیرون. Thank you.
ترسیدم آهو چی شده؟ ببخشید خاله مهری گفت نگهتون دارم، گفته شور افتایی آهو. ای بابا میگم نرم میگه برو، دارم میرم هم دلش شور میاد. روسی هست که نگرد داشتم، فری قبول کن خیال منو راحت نکردی آخر. مهر و نسا میرم سومون بک میشینم، نهارم میخورم برمیگردم، خوبه؟ نه قول بده، قول بده هرچی گفت جوابشو ندی، نری عره بدی تیشه بگیری، برنگردی بگی مرافعه شد فلان شد. خیلی خوب دیگه راست گفتن، هوودار خوشگل میشه جاریدار کدبانو. چشمم کف پات که اینقدر قشنگی. برو مرغو بذار اینجا، دلمه رو بذار اینجا، سبزی رو بذار اونجا. زودتر گوجه ها رو بذار همون کنار کبابا، زود باشی خورشتا رو بذارید، کارتون تمام شد بیرید اینجا رو خلوت کن. بلند نشید که راحت داره، بفهمید. حواست باشه خانم، کاری داشتن خبرم کنی. بسم الله ارسلان برسن. بسم الله، بفهمید. خب چه خبر بهجتون مدود؟ جا افتادین نیشالله؟ جا افتادن دفعه اولش که سخته افسر الملوک جان، دفعات بعد خوب به مراتب راحت تر. دفعات بعد چرا؟ همین یک دفعه بود، انشالله به دفعات بعد نمی کشه. انشالله. شما چه دارید فخر زمان؟ ممنونم خوبم. خدا رو شکر. اینطور که معلومه شاهزاده ارسلانمون از پس این ماجرا خوب برامده. احسنت. هر دو راضین ماشاءالله. بهتر نیست حرف زدن درباره این موضوع و به بعد خوردن غذا موکول کنیم. آداب مردونه با زنونه توفیر داره ارسلان. ما زنها وقت غذا اگر حال و احوال نکنیم اشتهامون کور میشه. حالا که دوتا زن توی خونه داری بهتره با این آداب بیشتر آشنا بشی. تازه دوتا دختر دم بختم داری. گذا تا بخور انس. چشم. میگم عروس، ای وای، میگم ارسلان باید به حال این موضوع هم فکری بکنی، موافقی؟ چه موضوعی؟ بالاخره وقتی دوتا عروس توی امارت هست نمیشه هر دو رو عروس صدا زد، هم برای خودمون هم برای خدمه سخت میشه تشخیصش. به خاطر سپردن اسم دوتا آدم انقدر کار سختی نیست، به
بهجت الملوک، فخر الزمان. اگه سخته بهجت و فخری کفایت میکنه. خانم بزرگ و خانم کوچیک چطوره؟ من سیر شدم افسر، مرخص میشم به حساب کتاب عمو مشتی رسیدگی کنم. کسی بلند نشه با اجازه. بازم که بابا شازده غذاشو خورده و نخورده بلند شده. بابا شازده همیشه غذاشو خورده و نخورده پا میشه میره پیش فخرالزمان. این دفعه که فخرالزمان اینجاست. الحمدلله. خدا به سفرتون برکت بده. چیزی نخوردی که عروس؟ بمون بگم سفره رو جمع کنن، میوه و قلیون و قهوه بیارن. ممنونم، سیر شدم. اگر اجازه بدیم مرخصشم با مهری میخوام برم جایی. بمون و بخور عروس. ارسلان ببینه زن دومش خرجی نداره ممکنه باز فیلش یاد هندستون کنه. شما که حتما از روی دلسوزی گفتید. منتها راجب این فقره اصلا نگران من نباشید. برای وقتی که اوضاع با به میلم نباشه من راه خونه پدرم خوب بلدم. خدا بیامرز انقدری گذاشته که از هندسونه کسی نترسم افسر خانم. ممنون بابت زحمت و میزبانی. عمری باشه جبران کنم. با اجازه. بهجت خانم میشه چند دقیقه تشریف بیارید؟